سلام به شما بینندگان عزیز، شاهد برنامه کوتاه با خبر هستید در تلویزیون کانال جدید و امروز مهمان برنامهمون شهلا دانشور هستند و ضمن خسته نباشید به شهلا دانشور اولین سوالمو از ایشون میپرسم. نیویورک تایمز میگه ایران متهم به دست داشتن در نقشه حمله به سفارت امارات در اتیوپیه. قاطعیت سوالم اینه، قاطعیت در برابر تروریسم جمهوری اسلامی چه تأثیری در مهار آن دارد و برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی به خاطر عملیات تروریستیش چه باید کرد؟ بفرمایید شهلا دانشور. بله، برای همین خبر خب 3 نفر از تروریست های جمهوری اسلامی بازداشت شدن و این اولین بار نیست. خبرهای اخیر مرتبا از همین نوع گزارشات محاکمه و محکومیت اسدالله اسدی یا مثلا در بلژیک و خبرهایی که پشت سر هم در این مورد میاد، این زیر فشار اعتراض ما مردم، زیر فشار جنبش دادخواهیه و که تأثیراتش رو اینجوری میبینیم. ولی خب همین هم نشون میده که کلن این قاطعیت چه تأثیری میتونه بذاره برای مهار کردن تروریسم جمهوری اسلامی. الان بیش از هر وقت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی در انزوا هستش، منتها برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی به خاطر این عملیاتش کافی نیست. اینها کافی نیست. جمهوری اسلامی باید تو سطح بین المللی بایکوت بشه، باید تمام سفارتخونه هاش بسته بشه، باید تمام سران این رو از ظریف گرفته و تمام دیپلماتاش محاکمه بشن. همه اینا پرونده جنایی دارن، همه اینا پرونده تروریسم دارن. وقتی میگیم بایکوت تو تمام عرصه‌ها ورزشی، هنری، سیاسی، تو تمام عرصه‌ها باید جمهوری اسلامی منزوی بشه، به بایکوت کشیده بشه، از تمام نهادهای بین‌المللی باید اخراج بشه. و این ما هستیم، این ما مردم هستیم، این جنبش دادخواهیه. این فشار ما به دولت هاست که میتونه این رو متحقق کنه و جلوی این تعرضات جمهوری اسلامی و تروریسم اسلامی رو بگیره و اون رو مهار کنه. بله، موضوع دوم، دولت اوکراین گفته که جمهوری اسلامی مانع از به دست آوردن نوار مکالمه ای که شلیک کنندگان به هواپیما داشتند، اون مانع میشن. سوال اینه که اگه جمهوری اسلامی علی‌رغم این که همه اعتراضات داخلی و خارجی بازم تاکید میکنه که این عمدی هست حمله به این، چرا روشن نمیکنه، روشن و شفافتر و قاطعتر کشورهای بین المللی، کشورهای دیگه با جمهوری اسلامی برخورد نمیکنن؟ کلا راه تسلیم شدن جمهوری اسلامی تو این رابطه چیه؟ بفرمایید. بله، ببینید، تا همینجا شفاهت به اندازه کافی دلالت به این میکنه که جمهوری اسلامی جنایت کرده و این رو بارها تو خبرها، گزارشاتش رو ما شاهد بودیم. به طور مثال دبیر شورای عالی امنیت اوکراین تو سال روز شلیک موشک به هواپیما اوکراینی دقیقا همینه گفت و گفتش که این تروریستی بوده و گفت ما میدونیم کی کرده و کی دستور داده. خب همه این اظهارات کافیه برای اینکه حکومت رو محاکمه کرد، ولی ما میدونیم که دنیا تو دست دولت هاست و دولت های جهان هم خب کما بیش به درجات مختلف ارتجایی اهل مماشات سازش و ساخت و پاخت هستن. به همین دلیله که میبینیم که اینقدر این پروسه آشکار، این جنایت آشکار که دنیا رو تکون داده طول میکشه. چه راهکار چیه؟ فشار ما زیر فشار همین خانواده هایی که عزیزانشون جان باختن، همین اتفاقات رو ما شاهد هستیم. زیر فشار همین اتفاقی که دیگه دنیا رو به تکون در آورد، ما شاهد به انزوا کشیدن هرچی بیشتر جمهوری اسلامی هستیم. زیر فشار اعتراض گسترده هر روزه مردم، خیزش دیما که گفت خطا کردی، غلط کردی، هست که میبینیم این اتفاقات رو ما شاهد هستیم. و همین دلیل پاسخ و اون تشدید این فشارها که ما مردم در کنار خانواده های بازماندگان این جنایت همه با هم کنار هم دیگه و محاکمه سران حکومت، پا
پاسخ درخورد و قاطع به این جنایت در سطح بین المللی. این یک قلم بزرگ از جنایت های این حکومت که در سوال قبلم گفتم که جمهوری اسلامی به خاطرش باید بایکوت بشه. بله. موضوع سوم، پیامک کشف حجاب در خودرو و موج ازدحام در مقابل ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا. این خبره، اصل خبر میخوام بپرسم چیه؟ با این شیوه حکومت میتونه جلوی بیهجابی روزافزون رو در ایران بگیره؟ اهمیت بیهجابی در ایران چیه؟ بفرمایید. ببینید، معلومه که نمیتونه، خودشون هم میدونن نمیتونن. خبر این که به دنبال ارسال یک پیامک وسیع از سوی سامانه نظریه به قول خودشون ناظر بر کشف حجاب از طرف پلیس تهران، ماجرا سرصداش بلند شد و خود پلیس تهران مهدی حاجیان سخنگوی پلیس مجبور شد بیا توضیح بده به مردم، بگه که این علتش یک سری اشکالات فنی بوده توی رایانه های ما که این به شمار بسیاری از مردم این پیامک ها داده شده. یعنی نشون میده که اینا اگه بخوام پیامک بدن باید به 70 میلیون مردم ایران پیامک بدن، به خاطر که مردم حجاب نمیخوان، جمهوری اسلامی نمیخوان، کل این بساط رو نمیخوان، آپارتاید نجاتی رو نمیخوان، حتی اونی که اعتقادی داره امروز میدونه که این حجاب یعنی چی. به این دلیله که میبینیم چون به دست افتادن، این پایان خط اینا هست. دختران انقلاب پایان خط اینا رو اعلام کردن، خیزش دیمان پایان خط اینا رو اعلام کردش، حجاب پرچم جمهوری اسلامی، حجاب پرچم آپارتاید جنسی، حجاب هویت جمهوری اسلامی. برداشتن حجاب یعنی نه به جمهوری اسلامی، یک قدم مهم در به زیر کشیدن جمهوری اسلامی هست و میبینیم که جامعه چطور حجاب رو انداخته کنار. با همه ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی وارد شده و الان مونده که خودروها، بی‌حجابی در خودروها، و مردم اینجوری وایسادن و این پیامک ها با موج از اعتراض روبرو شده. بله. آخرین خبر، طرح کانادا و 57 کشور دیگر برای پایان دادن به بازداشت های خودسرانه اتباع خارجی. این خبره. سوال اینه، این طرح چه میگه؟ اولا آیا به اندازه کافی قاطع است و رژیم را به خاطر گروگانگیری به اندازه کافی مورد فشار قرار میدهد؟ راه مؤثرتر مقابله با گروگانگیری جمهوری اسلامی چیه؟ بفرمایید. ببینید، همین خبر میگیم بازداشت و خودسرانه، خود این نشون میده که چقدر قاطعه. این گروگانگیریه، این تروریسمه. و شما حتی تو این خبر میگه که بیانیه میده، میگه غیر الزام آور و بعد هم میگه تقبیح رفتار غیر قابل قبول و بعد هم میگه کشور خاصی هم که اسم نبرده و جزئیات اینکه چه اقداماتی باید انجام بشه هم که نگفته. بنابراین در حد یک اظهار نگرانیه و اینم به خاطر که پای این قضیه خودش دامن خودشون رو داره میگیره، خودشون ابراز نگرانی کردن. حتی بنابر خبرها تو یک سال گذشته 5 مورد اینا گروگانگیری میکنن، اینا افراد دو تابعیتی رو دستگیر میکنن و بعد معادله میکنن با تروریست خودشون. در یک سال گذشته 5 مورد از این نوع تبادلات انجام گرفته که یک مورد اون رو مول گیلبرت فکر کنم تا جایی که تو ذهنم هستش، محقق استرالیایی و بریتانیایی بود که با در برابر 3 نفر تروریست های جمهوری اسلامی اون رو مبادله کردن که این نگرانی زیاد رو بلند کرد. بنابراین معلومه که اینا توش در اینی که نگرانن، در اینی که فشار رو جمهوری اسلامی شدیده، در اینی که زیر فشار اعتراضات مردم قرار دارن، در مقابل همه اینها، در اینها شما میبینید که این قاطعیت نیست. بله. راه مؤثر. بله. 1 دقیقه فرصت دارید. راه مؤثر مقابله با این گروگانگیری به قول شما چیه؟ بفرمایید. بله. راه مؤثر این گروگانگیری بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی محل سازماندهی این ترور رو، این شناسایی و این گروگانگیری است. راه مؤثر این گروگانگیری محاکمه این حکومته. راه مؤثر باز هم برمیگردیم الان به همون کارزار بایکوت جهانی جمهوری اسلامی که الان کارزاری است که صداش تو ایران هم بلنده، در سطح بین‌المللی هم بلنده. راه مؤثر اون پیوستن به اینه و فشار گذاشتن روی
همین دولت هاست که در مقابل این نوع گروگانگیری ها و این نوع تروریست قاطعانه بیستن و دادگاه های بین المللی مکان محاکمه جنایتکاران و تروریست های جمهوری اسلامی باشه. ممنون شهلا دانشور عزیز که با ما بودید. بله بینندگان عزیز، با شهلا دانشور بودیم در برنامه کوتاه با خبر. براتون اوقات خوبی آرزو دارم.